سلام، صابر هستم. اواخر خرداد ماه، زمانی که دیگه تمام شکوفه ها به میوه تبدیل شده و میوه ها در واقع شکل گرفتن، از اینجا به بعد دیگه میوه فقط شروع میکنه به طعم و رنگ گرفتن. قبل از هر چیزی میخوام یادآور بشم که عزیزان من، اگر سوالی از من دارید لطف کنید فقط از طریق تلگرام من کشاورزی با استاد صابر، که دوستان عزیزم در ایران لطف کردن گروه تشکیل دادن و مدیران گروه کشاورزی در ایران هستن و بنده خودم دسترسی ندارم برای کاراش، اینا لطف میکنن و هدفشون خدمت به دوستان عزیزم که به طبیعت علاقه من هستن، یکی اینه. و دومی که من متوجه شدم در تلگرام گروه های زیادی با اسم من تشکیل شده، کالا میفروشن، بحث‌های سیاسی می‌کنن، بحث‌های اقتصادی می‌کنن، گیاه‌فروشی می‌کنن، درخت‌فروشی می‌کنن، کودفروشی می‌کنن. فقط می‌خوام از همینجا رسماً اعلام بکنم که بنده در این ماجراها هیچ دخل و خرجی ندارم. اگر کس یا کسانی از اسم من دارن سوء استفاده می‌کنن، امیدوارم خداوند ببخشدشون. بگذاریم. این فصل فصلیه که درخت‌های سیب و گلابی و به رو خطر آتشک تهدید می‌کنه. اگر دقت بکنید به خود درخت نگاه بکنیم، میبینیم که آتشک که میخواد به درخت بیفته از گام اول شروع میکنه. آتشک چجوری به وجود بیاد؟ آتشک به واسطه پرنده ها، به واسطه باد، به واسطه حشرات از درختی به درخت دیگه منتقل میشه. یا ممکنه ما حتی درختی رو که میخریم، درختچه‌ای که میخریم، اون کمپانی یا اون نرسری یا اون باغبونی که اونو کاشته، اون خاک آلوده به آتشک بوده باشه، اون درخت رو شما به شکل آلوده اصلا بخری بیاری، وقتی که کاشتی به سرعت یه دفعه میبینی رشد میکنه. به هر حال یادمون باشه وقتی که ما کنار درخت های میوه‌مون را میریم، تک تک این شاخه ها رو، تک تک این میوه ها رو چک بکنیم. اینجور نباشه که ما ول بکنیم درخت رو به حال خودش بریم، بعد انتظار داشتیم که این درخت به ما بار و محصول خوبی بده. یادمون باشه حتی حوض آب رو اگر ما به حال خودش رها بکنیم، این حوض آب با تمامی که آب زیباست و پاکه، تبدیل میشه به جلبک بستن و بعد بو میگیره و اون آب حوض نه قابل شرب، نه قابل مصرفه، نه حتی زیباییش داره دیگه، حتی زیبایی خودش رو از دست میده. بنابراین ما باید حتما در کنار درختامون وقتی که راه میریم کاملا چک بکنیم، ببینیم آیا این درخت میوهش، برگش، شاخش آلودگی داره یا نداره، و حتی زمینش. ببینید زیر پای درخت میوه، هر میوهی میخواد باشه هیچ نوع آلودگی نباید داشته باشیم. ببینید هیچ چی، نگاه بکنید اگر سیبی افتاده، اگر میوهی افتاده، مثل این الان، مثلا ببینید این الان، اینو برداریم نذاریم بمونه، چون وقتی این میمونه یادمون باشه شروع میکنه به بارندگی یا آبیاری که ما میکنیم، به این واسطه به خورد زمین میره و آتشک در خاک موندگار میشه. به طور مثال الان ببینید این قسمت، اگه نگاه بکنیم این شاخه، این بالا حالت سوختگی داره. وقتی حالت سوختگی داره، ما باید 20 سانتی پایین تر از قسمت سوختگی رو ببریم. پس این شاخه رو ما از همینجا میبریمش. یادمون باشه اگر بخوایم حیفمون بیاد و این شاخه رو نبریم، تمام درختی که از دست خواهیم داد هیچی، تمام درخت که از دست خواهیم داد هیچی، باغمون و باغچمون و حتی باغ و باغچه‌های اطرافیانمون رو آلوده میکنیم. ببین الان این شاخه به این حالت در اومده بوده، من از این قسمت بریدمش، روش هم بار داره، میوه داره، ولی این هم حتی این بار، حتی این میوه آلوده است. حتی یک دون از این برگ سفت همیشه همراهتون داشته باشید، میرید بالا این شاخه ها رو که میبرید همونجا درجا بکنیدش توی سد و بیاریدش، ببریدش، بسوزونیدش. الان به طور مثال این یکی شاخه رو ببینید، اینو این بالا سوختگی، ولی ما باید بیاییم 20 سانت پایین ترش رو ببرید، جایی که شاخه هیچ نوع آلودگی دیگه توش نباشه. وقتی میبریم ببینید مغز
شاخه باید سفید و سبز باشه. اگر رگه قهوه‌ای توش بود بدونید که هنوز آلوده است. وقتی که اینو ببرید، این درخت الان با هجوم این بیماری به تن درخت، درخت احساس بدی بهش دست میده، احساس کسالت بهش دست میده و بسیار درخت کرخ میشه، حالت به قولی بختکی که انسان صبح اول صبح در موقع خواب میگیره که میخواد فریاد بزنه نمیتونه، میخواد حرف بزنه نمیتونه. این درخت در واقع با این وضعیت دوچار یک بختک بزرگیه. بدترین بیماری به درخت که میتونه آسیب خیلی بزرگی برسونه، نه تنها به خود درخت بلکه به تمام درخت‌های اطراف. ببینید الان مثلا این یه شاخه خیلی ریزه، حتی اینو ما باید ببریم نذاریم بمونه. وقتی این بمونه تمام شاخه رو میگیره. متاسفانه آتیشک بنا به خاصیت که داره به سرعت رشد میکنه. الان ببینید این شاخه، ببینید این بالا داره، با اینکه درخت پر از میوه است، اصولا هم این بیماری در زمانی که درخت پر از میوه است به سراغش میاد. ببینید اینجا الان داره جوونه میزنه، ولیکن ما قید این جوونه رو میزنیم. این شاخه رو عرض میکنم، الان این شاخه اینجا صحیح و سالمه، میشه این از این بالا برید، ولی خطر برگشت خیلی زیاده. پس بنابراین این رو ما از 20 سانت پایین‌تر عرض میکنم میبریم و قید این شاخه رو کلا میزنیم. این شاخه الان وجودش مایه دردسره، حتی اگر میوه توش بود، دونه دونه های برگش حتی اگر به زمین ریخ، اونو باید جمع‌آوری بکنیم و نبریم بریزیم توی بیابون، نبریم بریزیم پشت دیوار باغمون، اون آلودگی میمونه. الان به طور مثال ببینید اینجا اگر دقت بکنید، پشت این سیبا برگای سوخته رو ما میبینیم. حتی این برگای سوخته رو به این شکل بیاییم با دست بکنیم نذاریم بمونه. یک دونه برگ سوخته در وجود هر گیاهی میتونه عامل بزرگی باشه برای نابود اون درخت. ببینید این سیب الان حالت سیاهی داره، خود همین ایجاد آتشک میکنه. اینا رو دونه دونه بیاید چک بکنیم، دونه دونه بررسی بکنیم، هر کدومشون رو احساس کردیم که چه شاخه، چه برگ، چه میوه، احساس کردی که رنگش شده قهوه‌ای، با اولین لکه قهوه‌ای که دیدید اونو حتما بکنید. ببینید اینا رو اگر الان انجام ندیم بمونه، این درخت برای سالیان سال آلودگی تو وجودش میمونه. یا مثلا ببینید این یکی رو ببینید، اینا رو باید همین الان تو این فصل قبل از که درخت میوه بخواد بیشتر بر و بار بده، اینو باید شناسایی بکنیم و ببریمش. یا مثلا ببینید این شاخه الان از سر سوختگی داره، با اینکه اینجا ببینید جوونه داره میزنه، ولی بازم عرض میکنم قید این جوونه رو ما میزنیم و تا کوچیکه. یادمون باشه پیشگیری بهتر از درمانه. وقتی که این شاخهای کوچیک الان ما اگه ببریم، هیچ وقت درخت دیگه مبتلای شدید نمیشه که ناچار بشیم دیگه قید خود درخت رو بزنیم. الان به طور مثال اون بالا ببینید یه شاخه کوچیک سوختگی داره. اینا رو باید همه‌شون رو تک تکشون رو ببینیم، از راه دور و نزدیک شناسایی بکنیم و هرسشون بکنیم. این هرس در واقع همون هرس سبزی که ازش صحبت میشه همینه، که تو این فصل فصلیه که هرس سبز میکنیم. اگه شاخه های زیاد باریک و دراز باشه اون شاخه ها رو هرس میکنیم، اگه شاخه های به این شکل سوختگی داشته باشه. مثلا الان ببینید این شاخه الان از سر شروع کرده، اینو مجددا شناسایی میکنیم و از 20 سانت پایین تر از آلودگی رو میبریم. یا الان بریم بالاتر، درختاتون هم کوتاه نگه دارید که حداقل با یه نردبون 8 فوتی دستتون کامل به سر درخت برسه. ببینید اینو به این حالت باز می‌بریم. ببینید این الان آلودگیه. تک تک اینجا شاخه‌ها رو شناسایی بکنیم، تک تک میوه‌ها رو شناسایی بکنیم، روی تنه درخت دونه دونه شون رو هرس بکنیم و نذاریم توسعه پیدا بکنه. بیایید با هم دست به دست بدیم، همه با هم
برای حفظ طبیعت کوشا باشید. انسان اگر یک انسان واقعی باشه، درختی رو که میکاره نباید انتظار داشته باشه که از اون درخت خودش برداشت کنه. آرزوش این باشه که بعد از مرگ او، بعد از رفتن او، دیگران از اون درخت، از سایش، از میوهش استفاده بکنن. ببینید این به این شکل سوختگی داره، اینم باز به این حالت از همین پایین پایینش قیچی میکنیم و نمیذاریم بمونه که آلودگی رو توسعه بده. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، براتون آرزوی سلامت تندرستی دارم، در هر زمانی از شبانه روز بتونم جوابتون رو بدم حتما در خدمتتون هستم و خوشحال میشم که بتونم قدمی برای سبز موندن، برای کامل موندن طبیعت بردارم. برای من فرق نمی کنه این سوال رو کی بکنه، از کجا باشه، به چه زبانی باشه، همینقدر که بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و هم زبانی بکنیم، من بتونم تجربیات و علم خودم رو منتقل بکنم برای حفظ و زیبایی طبیعت، خیلی هم خوشحال میشم. شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. شماره من هست در آمریکا 201-314-2836-411. در تلگرام حتما بیایید، در گروهی که عرض کردم خدمتتون تشریف بیارید، هر نوع سوال جوابی باشه بنده در خدمتتون هستم. خدا یار و نگهدار شما عزیزانم.